ایمیلی برای من رسیده از خانم سریا. البته نام خانوادگیشون شبیه نام‌های خانوادگی سوئدیه. به هر حال من نمیگم. نوشتن که آقای مهری، با درود به شما، از شما خواهش میکنم این پرسش‌ها رو از آقای دکتر عباس میلانی مطرح کنید با ایشان. البته من فکر نمی کنم که این سوال ها ربط مستقیمی به شما داشته باشه. حالا به هر صورت من می خونم. نظر آقای دکتر میلانی در مورد برداشت میلیاردها تومان از صندوق توسعه ملی از طرف به قول ایشان دکتر روحانی چیست؟ دو، نظر ایشان نسبت به اینکه جنایتکاری مثل مصطفی پور محمدی که یک نفر از چهار نفر هیئت مرگ بوده در کابینه دکتر روحانی چیست؟ لطفاً از آقای دکتر میلانی تقاضا کنید دموکراسی در دوران شاه دموکراسی در زمان شاه فقید و حکومت امروز ایران را با هم مقایسه بفرمایند. دکتر بفرمایید. اگر لازم میدونید. به اصطلاح دکتر رو من نگفتم، یه دانشگاهی در انگلستان به ایشون دکترا داده و ایشون دکترا رو به اون اعتبار دارند. یه جوری در نامه ایشون مرقوم فرمودن که به اصطلاح دکتر، مثل این که من اول بار روحانی رو دکتر روحانی خوندم. این دکترایی از اون دانشگاه گرفته. در مورد برداشت پول از اون صندوق، من نه در مورد ابعاد برداشت اطلاعی دقیقی دارم و نه در مورد علت اون برداشت. به هر حال اون صندوق برای این ایجاد شده. البته آقای احمدی نژاد عملا اون صندوق رو تا اونجایی که ما میدونیم به ورشکستگی کشوند، در حالی که اگر احمدی نژاد دزدی ها رو نمی کرد، اگر اطرافیانش اون لفتولیس ها رو نمی کردن، باید الان چیزی به یک روایتی نزدیک 150 میلیارد دلار در اون صندوق پول میده. معلوم نیست این پول ها چی شده. همه ملا خور شده، احمدی نژاد خور شده، یه جوری پول ها از بین رفته. ولی علت اون قانون این بود که پول های مازاد بر یه حد معینی از درآمد نفت رو بذارن در اون حساب، وقتی که درآمد نفت پایین میشه ازش برداشت بکنن برای اینکه فشار به اقتصاد کمتر بیاد. بسته به این که اون پول رو برای چی برداشتن، به نظر من قضاوت تنها در اون مورد میشه انجام داد. یعنی ببینیم چقدر پول بوده، آیا برداشتن، به چه خرجی رسوندن، اون وقت میشه گفت این کار درسته. آیا مسیر قانونی طی کردن یا نه؟ من نه مدافع دولت آقای دکتر روحانی هستم، نه مخالفشون هستم. من سعی میکنم در حد بضاعت مزجات همون چی که به عقلم میرسه بگم. خواهش میکنم دکتر. و در مورد تفاوت این دوتا، خب در سوالشون یه نکته به گمان من قابل تأمل از گفتن مقایسه کنید دموکراسی اون دوران رو با دموکراسی این دوران. من فکر میکنم در هر دو دوران یک کمبود اساسی در مورد دموکراسی بود. در هر دو دوران ما با یک نوع حکومت زور مواجه بودیم، ولی در دوران شاه به قول دکتر صدیقی که در یکی از سخنرانیاش گفته بود، در دوران شاه استبداد فقط محدود به این بود که بگن چه کار نکنی. شما اگر فعالیت سیاسی علیه در زندگی خصوصیتون، در زندگی اجتماعیتون، در انتخاب همسرتون، در انتخاب مذهبتون مجاز بودید. تنها جایی که رژیم استبدادش شدید بود میگفت با رژیم شاه به طور مستقیم نمیتونید مخالفت کنید. به قول دکتر صدیقی اونها فقط میگفتن نمیشه کرد. در رژیم جمهوری اسلامی میخوام بگم چه کاری بایستی کرد. یعنی یک استبداد شبه توتالیتره که میخواد هر جنبه از زندگی رو تعیین بکنه. در دوران شاه ما با یک اقتدارگرایی مواجه بودیم. رژیم های اقتدارگرا فی نفسه با رژیم های استبدادی نوع توتالیتر مخالفن. رژیم های توتالیتر میخوان همه جنبه های زندگی رو تعیین بکنن. رژیم های اقتدارگرا فقط یه خط قرمز هایی میکشن، میگه از این خط قرمز بری جلو من تنبیه میکنم. در جمهوری اسلامی تلاش اینا بوده
تمام جنبه های زندگی رو از رابطه زن و مرد در خلوتترین خلوت منزل بگیرید تا در عرصه خیابون از اونچه که میخونن تا اونچه که میگشن تحمیل بکنن. موفق نشدن دقیقا به لحاظ این که در دوران شاه یه سری آزادی های فرهنگی در ایران در دوران شاه یه سری زنان به حقوق خودشون رسیدن و اونها حاضر نشدن عقب نشینی بکنن. به همین خاطر این استبداد شبه توتالیتر ناکام مونده، ولی تفاوتش به گمان من با دوران شاه تفاوت دو نوع اقتدارگرایی مختلف. شاه هدفش بازسازی انسان، توتالیتر به قول یک اندیشمند سیاسی همواره تلاش میکنن یک نوع تازه انسان بیافرینن. به یک روایتی دوباره یکی از این اندیشمندان میگه رژیم های اقتدارگرا فقط با دولت سر کار دارن، قدرت دولت رو بگیرن. رژیم های شبه توتالیتر و توتالیتر میخوان روح انسان رو عوض کنن. اقتدار جمهوری اسلامی تلاشش در این بوده و ناکام مونده و کاملا شکست خورده، ولی تلاشش در این بود که یک انسان بویی که اینها خودشون از تصورشون از اون که پیغمبر 1300 سال پیش مورد نظرش بود بسازن و ناکام بود. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. یک پرسش مونده، اونم در مورد پور محمدیه. اجازه بدید پور محمدی در همین هفته در مورد اجازه بدید بخونم نظرشو، یک جا پاسخ بفرمایید. در ضمن من صدای آقای دکتر رو اگر یک کمی بلندتر باشه بهتر میفهمم. ببینید آقای دکتر، پور محمدی، مصطفی پور محمدی که الان وزیر دادگستری دکتر روحانیه، در پاسخ به سؤالی در خصوص حواشی حوادث سال 67 و اعدام‌های آن دوران اینجوری حرف زده، گفت بله. که حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمیتواند در خصوص حوادث آن سالها به درستی قضاوت کند. حوادث سال 67 یعنی همون کشتارها از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است. وی در ادامه یادآور شد ما از ابتدای انقلاب و در طول سالهای جنگ تحمیلی با ضد انقلاب و نیروهای روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذار نمی کردن. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی توانستیم مقابل ضد انقلاب گروهک‌ها و منافقین بیستیم. البته بازم در این مورد صحبت کرده، خواسته خودش رو بیگناه جلوه بده آقای دکتر. بله، والا این دوستی که از سوئد لطف کردن سوال مطرح کردن، اگر مراجعه میکردن به بعضی از نوشته‌های من وقتی که در مورد شخص آقای روحانی مطلبی در یکی از مجله‌های آمریکایی نوشتم دقیقاً به این قضیه اشاره کردم که به گمان من آقای روحانی که وعده حکومت قانون داده نمیتونه کسی مثل آقای پور محمدی رو وزیر دادگستری بکنه، برای اینکه من میدونستم که ایشون نقششون در اون ماجرا بسیار بسیار بحث انگیزه و قابل تعقیبه. حتما هم یه روزی در یک دادگاه منصفه به این قضیه رسیدگی خواهد شد و ادعاهایی که حرفایی که در توجیه اون کشتارها زدن به گمان من عذر بدتر از گناه است. این که بگیم ما در شرایط جنگی بودیم، ما مورد حمله بودیم، این ادعایی است که همه خودکامگان کردن وقتی که دست به قتل عام زدن. به یک روایتی 4000 نفر زندانی سیاسی از مسلک‌های مختلف رو از دم تیغ گذروندید به خاطر اینکه این شبهه وجود داشته که شاید مجاهدین هم میخوان حمله بکنن. این به هیچ وجه به گمان من در هیچ دادگاهی پذیرفته نیست. این حرفایی است که در بعضی از دادگاه‌های بعد از جنگ کسانی که مورد محاکمه قرار گرفته بودن میزدن. شما نمیتونید جنگ رو و احتمال حمله رو یا حتی واقعیت حمله رو مستمسک قرار بدید برای اینکه 4000 نفر از دم تیغ بگذرن.
به همین خاطر من فکر میکنم از نظر من یکی از انتخابهای خیلی عجیب و بحث‌انگیز و قابل ایرادی که آقای روحانی داشتن دقیقا برگماردم شخصی مثل ایشون بود در وزارت دادگستری. تا زمانی که اون قضیه روشن نشه و اینکه بگیم ما هنوز نمیتونیم روشن بکنیم، چرا نمیتونیم روشن بکنیم، بیاید بگید چطور شد، به دستور چه کسی چنین کشتارهایی صورت گرفت، به خصوص الان که کلی از اسناد مربوط به این کشتار در سطح بین‌المللی، در جلساتی که در اروپا تشکیل شده، در دادگاه‌هایی که بر سبیل دادگاه‌های راسل مثلا شکل گرفته، این مسائل رو شده، اسنادش رو شده و این تعلیق به محال بعد یا این توجیهی که شرایط اضطراری بود، ما با تجزیه طلبی مواجه بودیم، تفاوت یک رژیم پایبند به حقوق بشر و حقوق دموکراسی دقیقا در شرایطی است که مورد خطر قرار میگیره. به قول تذکرت الاولیا، در هنگام معزولی همه بایزید شوند. مهم نیست که شما در معزولی بگید من دموکرات میشم، وقتی که تحت خطرید میتونید سلوک بایزید داشته باشید یا نه. ایشون در دوران خطر طبعا سلوک بایزید نداشتن. حالا میخوان توجیه بکنن که یه وقتی در آینده ما به شما خواهیم داد، توضیح خواهیم داد. من هیچ توضیحی فکر نمی کنم هیچ دادگاهی خواهد پذیرو از اینکه شما 4000 نفر رو با بعضی محاکمی که 3-4 دقیقه طول کشیده، بعضی محاکمی که شخص رو وارد اتاق کردید، ازش 2 تا سوال کردید، اسم گروهش رو پرسیدید، اگر به جای منافق میگفت مجاهد، به طرف چپ بفرستید و اعدامش میکردید. هیچ دادگاهی در من نمیشناسم هیچ دادگاهی که پایبند به حقوق بشر باشه که کسانی که این حکم ها رو صادر کردن و این افراد رو به کام مرگ فرستادن ازشون مؤاخذه نکنه و مجرمشون نده. آقای دکتر میلانی، به تازگی مقاله ای نوشتین در مطبوعات امریکا؟ بله، یک مقاله ای که قبلا صحبت کردن در مورد این قرارداد و موضع نیروهای ایران، طیف وسیع نیروهای ایران که در مورد این قرارداد چه نظری دارن، اون همراه با یه همکارم در دانشگاه آقای مک‌فار سفیر آمریکا در روسیه بود، در مجله اتلانتیک نوشتیم. بله، اون آخرین مقاله است که نوشتم که در مورد این بود، ولی اشارم به مقاله بود که قبلتر در مورد وقتی آقای روحانی انتخاب شد، در مورد روحانی، در مورد نوشته‌هاش، در مورد سوابقش در حد بضاعت هم نوشتم. خواهش کنم، بضاعتتون زیاده. آقای دکتر، درباره برنامه‌های فرهنگی استنفورد مطلبی هست که بفرمایید؟ بله، برنامه‌های ما از همین 2 هفته دیگه شروع میشه و از 2 هفته دیگه در واقع برنامه‌های این ترممون که چند تا سخنرانی داریم، حداقل 4 سخنرانی فعلا برنامه‌ریزی کردیم. من از هفته دیگه که اتاقاش ما دانشگاه بهمون اجازه نمیده که تا وقتی همه کلاس‌ها تنظیم نشه اتاق بتونیم رزرو بکنیم برای برنامه‌هامون. به همین خاطر در ظرف همین هفته آینده که مزاحمتون خواهم شد، برنامه‌های دقیقش رو با اتاق شماره اتاق و موضوعاتش، موضوعات خیلی پرتنوعی است. یه البته یه تئاتری هم هست که از یه ماه و نیم پیش یه گروه 20 نفره تمرینش رو شروع کردن، یه نمایش تازه است از آقای بیزایی که هول و هوش عید امسال اینجا رو صحنه خواهیم برد. یک نمایشی است به اسم طربنامه که در واقع روایت بیزایی است از یک تخت حوزی و واقعا کار بقایت پرطرب و جالب است. آیده که یه مطلبی هستش که شما به نظر من کاملا در به اصطلاح چارچوبه اندیشه های شما هست که میتونین جواب بدید. معاون وزارت علوم جمهوری اسلامی گفته از هر
850 مقاله علمی ایران یکی ثبت جهانی می شود و در ژاپن از هر 6 مقاله علمی 5 مقاله ثبت جهانی می شود. همینه میخواستم نظرتون بپرسم. و خیلی عجیبه که همچی حرفی زده با یعنی همچین. خب میدونید به هر حال بعضی از این گزارش ها شبیهش قبلن هم بود. متاسفانه یک فساد عظیمی در کارهای دانش علمی در ایران رواج پیدا کرده و این بر اساس خود بعضی گزارش هایی که خود مقامات وزارت علوم میدن، همکاران ما در دانشگاه میگن، دانشجویانی که از ایران آمدن میگن، خرید مقاله الان در ایران، خرید رساله، خرید کتاب بر یک امر کاملا عادی شده. خرید دکترا، دکترا که اوکی هیچ بقول دوستان ایرانی. میدونید تعداد دانشگاه هایی که این دکتراهای چیز میدن انقدر زیاد شده، سپاه پاسداران خودش دکترا صادر میکنن، اصلا یه دانشگاهی دارن دکترا صادر میکنن، برادرها همه دکتر هم هستن، هم سردارن هم دکتر هستن، ولی اون هیچ. ولی اینها به هر حال برای اینکه دکتر بشن یا برای اینکه در دانشگاه ترفیع بگیرن یا برای اینکه فوق لیسانس بگیرن به راحتی میتونن این رساله ها رو بخرن. و بعدم یه نکته که شاید ایشون بهش اشاره نکردن و یکی دیگه از مقامات وزارت علوم قبلا اشاره کرده بود، اینه که بسیاری از اونهایی هم که ثبت بین المللی میشه در یه جایی در پاکستان ثبت میشه که یه پولی اندکی میگیرن اینا رو به عنوان ثبت بین المللی، چون بعضی از دانشگاه‌های معتبرتر شرط ترفیعشونه که مقاله در یه جایی که ثبت بنویسی، در یه سری دانشگاه‌های یه سری لیست معین دارن و بعضی از اینها از اون طریق. این هیچ وقت به اون معنا نیست که بسیاری در ایران کارهای درخشان علمی نمی کنن، چه در رشته های علوم پایه، چه در رشته حتی علوم اجتماعی، در تفسیر ادبیات بعضی از کتابایی که واقعا از ایران در میاد درخشانه، ولی بسیاریش هم هست که پفک هم نیست. آدم متوجه که این مثلا ابتیار شده. اصلا من یه سایت هایی هست که رسما اعلام میکنن که شما مقاله میتونید بخرید، رساله میتونید بخرید. میدید تو آمریکا هم مقاله فروشی هست، منظورم این نیست که فقط در ایرانه، تو ایران هم تو آمریکا هم به شما میتونید سایت هایی برید، ولی در اینجا حساب و کتاب هست. اگه یه نفری پیدا بکنن که یه سطح یه مقاله رو یا استاد درجه یک دانشگاه که تو تلویزیون برنامه داشت پیدا کردن که چند پاراگراف رو از یه جای دیگه دزدیده، از دانشگاه بیرونش کردن. تو ایران کتاب و آش رو با جاش میخورن، به اسم خودش رو در میارن. من واقعا میگم، من دیدم مقاله یه نفر دیگر به اسم خودش، حتی اسمش هم زیاد عوض نمی کنه، میذارن ترفیعشون رو میگیرن میرن یا میخرن یا دانشجوهای فوق لیسانس استخدام میکنن براشون مطالب رو جمع آوری میکنه. برای من کلیپ تلویزیونش رو فرستادن، یارو کتاب چاپ کرده به اسم خودش، دانشجوش براش نوشته، حتی تعداد بخشایی که در کتاب هست تورق نکرده. ببین ازش میپرسن نمیتونه جواب بده. تو این شرایط خوب واضحه این رقمی که دادن خیلی برای من شگفت انگیز نیست. یکی از سایت های جمهوری اسلامی هم گفته نام هیچ کدام از دانشگاه های ایران در 600 دانشگاه برتر جهان دیده نمیشه. ببینید نام هیچ دانشگاهی دیده نمیشه، ولی نام دانشجویان ایران در بعضی از بهترین دانشگاه های آمریکا صدر دانشجویانه. یعنی در دانشگاه استنفورد که الان یکی از 2-3 بهترین دانشگاه دنیا است، دانشجویان دانشگاه شریف واقعا یک منزلتی دارند که کم نظیره. دانشجویان دانشگاه تهران، بعضی از رشته های دانشگاه تهران واقعا یک منزلتی دارند. یعنی جامعه هوش و استعدادش از دست نده. دانشجویانی که در شریف هستن استعدادشون از دست ندن، رژیمه که نمیتونه از اینها استفاده بکنه. من
امروز یه رقم توی جلسه امروز صبح بود یه رقم خیلی عجیبی شنیدم که مقدار تولید ناخالص ملی ایرانیانی که در آمریکا هستن، یعنی پولی که اینها در جامعه آمریکا تولید میکنن 1.5 میلیون، به اندازه کل جامعه ایرانه. رقم شگفت انگیزیه. این یه مطالعه شده در ظاهرا MIT، من خود مطالعه رو هنوز ندیدم ولی آدم خیلی معتبری امروز به من میگفت. ببین استعداد ایرانی ها چی بوده که در غرب که آمدن در یه جایی که امکان رشد بوده مجبور نبودن باج بدن، مجبور نبودن همه قراردادها رو به سپاه بدن، ببینید چه افتخار آفرینی کردن. به همین خاطر اگر اسم دانشگاه تهران ایران در لیست 600 تا نیست، به هیچ وجه به این خاطر نیست که ایرانی ها سهم کمتری از فکر و در آثار درخشان دارن. درسته. کارهایی که خارج از ایران میکنن و کارهایی که بعضیشون در داخل ایران میکنن. منتها به قول یکی از استادای همون دانشگاه شریف، من باهاشون صحبت میکردم، گفت بعد از یه مدتی ببینی از یه سطحی به بالا نمیشه کار کرد، برای اینکه جلوتو میگیرن یا باج میخوان یا امکانش وجود نداره. میان خارج، اینجا متاسفانه یا خوشبختانه، متاسفانه برای ایران، خوشبختانه برای خودشون، فرصت رشد و دستاوردهای شگفت پیدا میکنن. ممنونم آقای دکتر میلانی. آقای دکتر انوشیروان کیهانزاده، ایشون از روزنامه نگاران پیشین هستند. ایشون در تاریخ آنلاین ایرانیان نوشته است که ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور جهان مقام اول را دارد و سالانه تا 180 هزار نفر با تحصیلات عالی از ایران مهاجرت می کنند، که اولین بار خود شما این اعلام کردید. بنیاد ملی نخبگان ایران گفته است که 308 نفر از دارندگان مدال المپیاد و 350 نفر از برترین های آزمون سراسری از سال 82 تا 86 به خارج مهاجرت کردند. همچنین هفته‌نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نوشته است 90 نفر از 125 دانش آموزی که در 3 سال گذشته در المپیاد جهانی رتبه کسب کردند همکنون در دانشگاه های آمریکا تحصیل می کنند. طبق آمار صندوق بین المللی پول، همکنون بیش از 250 هزار مهندس و پزشک ایرانی در آمریکا به سر می برند و کار می کنند. طبق آمار رسمی اداره گذرنامه در سال 87 روزانه 15 کارشناس ارشد، 4 دکترا و سالانه 5475 نفر لیسانس از کشور مهاجرت کردند. و در یک خبر دیگر آقای دکتر، اینم میخونم جمعاً پاسخ بفرمایید. آقای حمید گورانی، رئیس پژوهشکده رویان متعلق به جهاد دانشگاهی، هشدار داده که دانشمندان رشته سلولهای بنیادین ایران هر روز بیش از گذشته جذب دیگر نقاط جهان می شوند. پروفسور عباس میلانی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، نیستین که شما هستین؟ من نیستم، شاید یه عباس میلانی دیگه است ولی من نیستم مشاوره. شاید خودتونی ولی اشتباه کرد. گفته است که فرار مغزها در چند سال اخیر 300 برابر جنگ ایران و عراق به اقتصاد ایران لطمه زده است. اینو یکی از وابستگان به جهاد دانشگاهی گفته های دکتر. همین حرف خودتونه این؟ والا حرف خود من هست ولی یک کمی درش اغراق هست. بله اغراق هست. 300 برابر، من گفتم بیش از جنگ ایران عراق. 300 برابر نگفت.
و اینم حرف من نیست در واقع، این یه گزارشی است که خود یکی از کمیته های مجلس شورای اسلامی چیز کرده، و وقتی میگیم از جنگ ایران و عراق بیشتره، خودش اون رقم عظیمی است. به یه روایت جنگ ایران و عراق 600 میلیارد دلار به ایران صدمه زده، یعنی وقتی که تخمین ها داره زده میشه، تازه این تخمین های ویرانگری های اقتصادی است، ویرانگری های روحی. الان که میگن 23% جامعه ایران افسردگیه، این تعداد معتادین، مهاجرت ها، اینها همه بخشی از اون بهایی است که جامعه ایران داده. ولی بهای اقتصادی خود مجلس شورا میگه از جنگ ایران و عراق بیشتر بوده. شما همین ارقام رو حساب بکنید، سالی 150 تا 180 هزار نفر، برای هر کدوم از اینا جامعه ایران، ملت زحمتکش ایران چیزی بین 2.5 تا 5 میلیون دلار خرج کردن. این شما خرج مدرسه رو از کودکستان بگیرید تا وقتی که دکتر میشه. خب اینا از کجا اومده؟ از بیت المال اومده دیگه. حالا البته در شرایطی که همه خرجای مثلا حوزه رو دارن دولت میده، خرجایی که قبلا از بازار میگرفتن همه رو دارن از دولت میگیرن، الان دارن عملا تعلیم عالی رو هم خصوصی میکنن. یعنی تعداد دانشگاه های خصوصی که هر روز داره در ایران اضافه میشه، تعداد کلاس های شبانه که مثلا در دانشگاه تهران میذارن، تعداد دانشگاهان روز رو کم میکنن، دانشگاه شب رو، دانشجوان شب رو اضافه میکنن که ازشون پول بگیرن. یعنی با این حال بخش عمده رو از بیت المال دادن، وقتی رفته از جیب ایران رفته دیگه. وقتی شما میگید 1.5 میلیون در آمریکا به اندازه کل اقتصاد ایران داره در آمریکا تولید اقتصادی میکنه، خب این 1.5 میلیون قاعدتا میتونست در ایران باشه دیگه. یه اکثریتی از اینا به زور از ایران اومدن، اکثریتی از اینا اگر شرایط ایران آزاد باشه، اگر ایرانی باشه که مردم دائم نگران داغ درفش نباشن، دائم نگران نباشن که یکی دمه فرودگاه پاسپورتشون رو بگیره، یکی شب بیاد در خونه درشون در بزنه، یکی ازشون باج بخواد، یکی بگیرشون بگه فلان قد باید بدی تا آزاده بکنم، خیلی از اینا بر میگردن. هرچه این فضا تیره تره، این باخت از جیب ملت ایران میره. بله آقای دکتر، رهبران سه کشور اروپایی، فرانسه، انگلیس و آلمان، یک مقاله مشترک نوشتند و در این مقاله گفتند که با توجه به اینکه این توافق فعلی بین جمهوری اسلامی و 5+1 مسیرهای رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی رو مسدود میکنه و اونها حامی این توافق هستند، این رهبران در ادامه رویکرد رژیم جمهوری اسلامی برای به رسمیت نشناختن اسرائیل، این رویکرد رو محکوم کردند و هشدار دادند که ما به صراحت به رسمیت نشناختن اسرائیل از سوی رژیم ایران و لحن غیر قابل قبول مقامات تهران درباره اسرائیل رو محکوم میکنیم. ببینید من میگم به رسمیت شناختن پیشکششون، هر روز تهدید به ویران کردن یک کشور دیگه اصلا خلاف عرف بین‌المللیه، خلاف قانون بین‌المللیه. شما کدوم کشوری رو میشناسید یک کشور دیگه که عضو سازمان ملل، شما به رسمیتش نمیشناسید، صد و اندی کشور دیگه به رسمیتش میشناسن. وقتی من میگم به رسمیت میشناسیم، به معنای این نیست که من دفاع بکنم از بلایی که بر سر فلسطینیا در اونجا میاد، نه، خود بسیاری از فلسطینیا حاضرن بپذیرن که الان دو کشور در اونجا ایجاد بشه. شما کاسه داغ‌تر از آشید، از فلسطینیا جلوتر حمله میکنین و دوباره نه تنها یک بار بلکه چند بار خود آقای خامنه‌ای دوباره حمله میکنه. اینها فقط آب به آسیاب جریانهایی میریزه که واقعا نمیخوان ایران یه حالت عادی پیدا بکنه، و واضحه که این کشورها
درشون اقلیت‌های یهودی پرنفوذ هستن، فشار میارن. در آمریکا اقلیت یهودی پرنفوذ هست، واضح به کنگره فشار میاره که شما چطور با یک کشوری که دائم رهبرانش تهدید میکنن به ویرانی یک کشور دیگه فشار نمیارید که این زبان رو جلوشو بگیره. اگر ایران به راستی میخواد، به گمان من اگر ایران به راستی میخواد به مسئله فلسطین کمک بکنه، به جای شعارهای تو خالی، شعارهایی که هیچ گونه امکان تحققش وجود نداره، ایران تبدیل میشد به یک کشوری که این امکان واقعی رو داشت که فشار بیاره برای اینکه دو کشور در اونجا ایجاد بشه و مردم فلسطین به عنوان یک کشور مستقل، به عنوان یک کشوری که هم حق زندگی آسوده دارن و هم حق زندگی آسوده اسرائیلیا رو به رسمیت میشناسن، در کنار هم بتونن زندگی کنن. مسئله که اکثریت فلسطینی ها میخواستن، اکثریت اسرائیلیا تا چند وقت پیش میخواستن، چطور شده که فضا در اسرائیل این همه به طرف دست راستی ها رفته؟ این تهدیدها آب به آسیاب افراطی ترین جریان ها در خود اسرائیل هم میرسه. آقای دکتر میلانی، آقای خامنه ای در این هفته نطقی کرده که یه بخشش اینه. برخی از صهیونیست ها گفتن با توجه به نتایج مذاکرات هسته‌ای 25 سال از دغدغه ایران آسوده شده ایم، که من بعید میدونم همچه حرفی زدن. او خطاب به آنها گفت شما 25 سال آینده را اصلا نخواهید دید و به فضل الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت. چگونه است که میتونه آزادانه این سخنان رو بگویند در حالی که تمام قوانین سازمان ملل متحد به حال مانع و مخالف این گونه سخنانه؟ در واقع نمیتونم بگم، برای اینکه میگن و بعد بهاشو ملت ایران میپردازه، خود آقای خامنه‌ای که بهاشو نمیپردازن، ملت ایران بهاشو میپردازن. وقتی که اسرائیل این توان رو پیدا میکنه که این فشارها رو علیه ایران وارد بکنه، خب آقایون که از درآمدشون کم نمیشه، پرش سوارا که در ایران پرششون تبدیل به پیکان نمیشه، مردم ایران هستن که بهاشو میدن. به همین خاطر به یک روایتی نمیتونن این حرفا رو میگن. مملکت هم حساب و کتاب نداره، آزادی مطبوعات هم نیست که یک کسی بیاد در اونجا مقاله بنویسه که زدن این حرف کجا منافع ایران رو تامین میکنه. زدن این حرف جز اینکه یه شعار تو خالی باشه و وضعیت ایران رو در جهان و در منطقه و در افکار عمومی تضعیف بکنه و وضعیت افراطی در این جریان ها رو در اسرائیل تقویت بکنه، آیا فایده دیگه داره؟ آیا هیچ کس فکر میکنه که 25 سال دیگه اسرائیل وجود خارجی نخواهد داشت؟ حتما 25 سال دیگه ملتی امیدوارم کشوری به اسم فلسطین وجود داشته باشه، ولی کشوری به اسم اسرائیل هم به گمان من حتما وجود خواهد داشت. و اینکه شما این شعارهای تو خالی رو تکرار بکنید، من واقعا فکر میکنم دوباره بهاش رو ملت ایران میپردازن. و چون حساب و کتابی در ایران نیست، چون هر کسی میتونه هر اشتباهی بکنه و تونی براش نده، شما نگاه بکنید رهبری فعلی ایران رو نگاه بکنید، صحبت وزیر دادگستریش بود، دیگران بودن، تعداد کسانی که بابت سیاست های گذشته تونی دادن اندکه. کی تا به حال برای تحمیل احمدی نژاد به ایران تون پس داده؟ کی بوده که احمدی نژاد رو به ایران تحمیل کرده، چه بار اول چه بار دوم؟ کی بوده که نذاشته این دادگاه ها حتی مجلس دستگزین خود جمهوری اسلامی به فساد مالی در اون رژیم در اون دوران رسیدگی بکنه؟ اگر رسیدگی بکنن، به هر حال دفعه بعد کسانی بعدی با تومنینه بیشتری سیاست های خودشون رو اعلام میکنن. چون تونی پس نمیدن، هر کی میاد هر حرفی میزنه، بعدم فردا فکر میکنم فراموش شده و
چون مطبوعات آزاد نیست به یک معنا هم فراموش میشه. آقای دکتر میلانی، روز 28 مرداد گذشته آقای روحانی رئیس جمهوری رژیم گفت که شورای نگهبان در انتخابات باید نقش ناظر رو داشته باشه، نه نقش اجرایی. نقش اجرایی رو دولت باید داشته باشه، بنابراین این شورا ناظر است نه مجری. این سخنان همون زمان و تا کنون یک عالم واکنش برانگیخته از سوی مقام ها و چهره های سیاسی گوناگون، از رؤسای قوه قضاییه گرفته تا سپاه پاسداران، و آخریش آقای خامنه‌ای بود چند روز پیش که سه سیاست از سیاست‌های آقای روحانی رو مورد مخالفت قرار داد، در واقع باید گفت زد تو دهنش. یکیش در مورد همین شورای نگهبان بود. او بر نقش و جایگاه تأثیرگذار شورای نگهبان در انتخابات تأکید کرد، خامنه‌ای، و گفت که میتوان آن را واکنشی واکنشی به اظهارات حسن روحانی دانست. خامنه‌ای گفت شورای نگهبان رو چشم بینای نظام در انتخابات میدانیم، و گفت نظارت شورای نگهبان در انتخابات استثوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق و ناس است که نباید ضایع بشود و باید آن را حفظ و رعایت کرد. والا من فکر می‌کنم شطر سواری دلا دلا متاسفانه یا خوشبختانه نمیشه. یا رأی مردم حق و ناسه یا حق و ناس نیست. اگر حق و ناس نیست، اون وقت میشه یه شورای 12 نفری رو در واقع منصوب کرد، اینا که برگزیده مردم که نیستن. اون شورای 12 نفری در واقع انتخابات اول رو در ایران انجام میده، بعد مردم ایران بر اساس اون چی که اینا انتخاب کردن یه انتخاب دوم. یعنی نظارت استثبابی به این شکلی که الان داره در ایران انجام میشه، عملاً حق رأی از مردم ایران گرفته، به مردم ایران فقط این حق رو داده که برخی از انتخابهای اون 12 نفر رو انتخاب بکنن. این به گمان بسیاری از حقوقدانایی که در خود ایران می نویسن، من در همین چند روز اخیر چندین مطلب بسیار جندار خوندم از حقوقدانای درجه یکی که میگن اصلا چه نظارت استثوابی با نفس قانون اساسی هم مغایره. نظارت هست، منتها نظارت در مفهوم این که اتفاقا جلوی اجحاف دولت رو برای اینکه دولت بتونه انتخابات رو به نفع خودش سازماندهی بکنه بگیره، نه اینکه انتخاب بکنه نمایندگان رو بعد به مردم اجازه بده. که یه در واقع با نظارت استثبابی حق و ناس تبدیل شده به حق روحانیت، اونها تعیین میکنن که کی حق انتخاب کرده. حق الحوزه، واقعا حق الحوزه شده، یعنی مردم در یک مرتبه دومی قرار گرفتن و این هم در آغاز نبوده، حتی در چند سال اول نبوده. هرچه ما در جهت در واقع پیشرفت جامعه تحصیل کرده ایران، جامعه مدنی ایران، همه اینها جلوتر اومدیم، یه اقلیتی سعی کرده حق و ناس رو بیشتر بگیره. حق انتخاب حق طبیعی انسان هاست. هیچ کسی در عصر قرن 21 نمیتونه حق برای خودش حق رو قائل بشه که من عقلم از مردم بیشتر میرسه، من براتون تعیین میکنم که شما بین کی انتخاب بکنید. اگر حق و ناسی بود، اگر نظارت استثبابی بود، مگر برگردیم به سوالی که شما در اول مطرح کردید، مگه در دوران شاه انتخابات نبود؟ اینکه آقای خامنه‌ای گفتن انتخابات ما انجام دادیم، درسته، انتخابات مردم هم شرکت کردن، درسته، ولی اینها کفایت نمیکنه برای اینکه جامعه دموکراتیک باشه.
نوع انتخاب مهمه. در کره جنوبی هم مردم انتخاب شرکت کردن، 99.8% به رهبر رای دادن، ولی اون کسی به عنوان انتخابات قبول نمی‌کنه. دوران شاه شما نگاه بکنید، انتخابات در واقع نظارت استصوابی داشت. هیئت‌هایی از ساواک، از دربار، از وزارت کشور میشستن و کاندیداها رو تعیین میکردن برای هر حوزه. 2 تا 3 تا 4 تا کاندید تعیین میکردن، بعد تازه به اونم کفایت نمیکردن، اونم میامدن دستکاری میکردن نتیجه رو. اینا هم همینطور الان، اینا هم الان میان برای هر کاندیدی، برای هر حوزهی چند تا نماینده انتخاب میکنن، بعدم به لحاظ امکان پرداخت پول به آدم های مختلف، به امکان به لحاظ رانت های مختلفی که به آدم ها میدن، انتخاب آزاد مساوی نمیذارن و هر کسی که مایل نیستن اصلا از عرصه حذف میکنن، درست مثل اون نظارت استصوابی پیشینه. من فهم کنم واقعا تا نظارت استصوابی در این مفهوم وجود داره، حتما دستگاه هایی باید باشه که باید نظارت بکنه بر انتخابات، ولی نه اینکه انتخابات رو 2 مرحله‌ای بکنن و بگن 12 نفر به رأی خودشون، هیچ توضیح هم نمیتونن بدن، استینافی هم نیست، 12 نفر همشون هم مرد هستن، یه دونه هم زن توشون نیست، همشون هم سنشون بالای 70 یا حداقل روحانیونشون، و اینا برای مملکتی که 60% زیر 30 ساله، مملکتی که 50 چند درصد فارغ التحصیل های علمیش دان هستن تصمیم میگیرن. خب این آزاد که نمیشه گفت انتخابات. آقای دکتر میرانی عزیز، وقتمون به پایان رسید، خیلی ممنونم از شما، خسته نباشید، تا هفته آینده موفق باشید. سپاسگزاری میکنم از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند و سپاسگزاری میکنم از کارگردان برنامه آقای بهروز مشکینیار. شب و روز همه شما خوش.